بسم الله الرحمن الرحیم. در دو جلسه قبل دو نکته گفتیم عمدتاً. یکی اینکه وظیفه همه انبیا طبق متون اصلی تورات، انجیل و قرآن و طبق اسناد معتبر تاریخی وظیفه انبیا این بوده نیرو بسازن، مؤمن تربیت بکنن بعد از خود تا از پیغمبر بعد از خود حمایت کنن. حضرت آدم نیرو تربیت کرد برای حمایت از ادریسی که هنوز مبعوث نشده. آدم فرموده بود به محض ظهور شخصی به نام ادریس از نوادگان من از او حمایت کنید و حمایت هم کردن. حضرت ادریس هم که مبعوث شد نیرو تربیت کرد برای حمایت از نوحی که بعداً به نابود ظهور کنه و این کار را کرد. حضرت نوح نیرو ساخت، مؤمن تربیت کرد برای حمایت از حضرت ابراهیم. این روند ادامه داشت تا پیغمبر اسلام. عرض کردیم در جلسات قبل یهود و نصارا این اصل را رعایت نکردند، تبدیل به سربازان موسی و عیسی علیهم السلام برای حمایت از پیغمبر اسلام به این اصل عمل نکردن، به وعده انبیا عمل نکردن. بنا بوده طبق قاعده و دستور موسی و عیسی علیهم السلام سرباز پیغمبر اسلام باشند، به محض بعثت چون انبیای جدید که ظهور میکنن کسی ندارن، انبیای قبلی نیروی آماده تربیت شده در اختیار پیغمبر جدید قرار بدن. یهود و نصارا این کار را نکردن که هیچ عرض کردیم در جلسات قبل، آمدن مخالفت هم کردن. حالا نه تنها مشکلاتی ایجاد کردن، یهود و نصارا نه تنها از پیغمبر اسلام حمایت نکردن، یعنی دستورات پیغمبر خود را هم به کار نبستن، یعنی هم دشمنی کردن با پیغمبر ما با حمایت نکردنشان، و دشمنی کردن عملا با موسی و عیسی علیهم السلام در اینکه اونها گفته بودن یار رسول جدید باشید، اینها شدن ضد رسول جدید، پس به انبیای خودشون هم خیانت کردن. در جلسه امروز یکی از خیانتهای آقایان یهودی و مسیحی در رابطه هم با خودشان هم در رابطه با اسلام را بیان می کنم. عرض کردیم در جلسات قبل ادیان تقسیماتی داره به اشتباه، این تقسیم درست نیست. میگن دین ها یا ابراهیمیان یا غیر ابراهیمی. عرض کردیم از اساس باطله، چون غیر ادیان ابراهیمی دین نیست، نوع ریاضته. دین به آن میگن متسلسل باشه، دنبال هم باشه، از آدم شروع کنه در خاتم ختم بکنه، خودش هم در خاورمیانه باشه. باید نوح در این سلسله باشه، ابراهیم در این سلسله باشه، حضرت موسی و عیسی رسول خدا در این سلسله باشه، تمام اینها از آل ابراهیم باشن. اینها از خصوصیات دین جهانی به معنای اینکه آخرین نفرشون که پیغمبر اسلامه دینش چی؟ جهانی خواهد بود. نه اینکه دین موسی جهانیه، نه، جهانی نبود، طبق نص قرآن و تورات و انجیل و زبور. دین حضرت عیسی جهانی نبود، مال بنی اسرائیل بود. این کرامت یعنی جهانی بودن مخصوص اسلامه. خب برگردیم به اصل مطلب. آقایان یهودی ها و مسیحی ها نه تنها پیغمبر اسلام را تنها گذاشتند، نه تنها برخلاف دستور پیغمبرانشون نیروهای مؤمن تازه نفس برای پیغمبر نشدن، مخالفت هم کردن. این مخالفتشون رو بیان کردیم، لشکر درست کردن، قلعه خیبر را قطب تصمیم قرار دادن، پیغمبر اسلام هم با اونا برخورد کرد، خیانت دیگر انجام دادن. اون خیانت دیگر این بود که گفتن ما علمی داریم. اون علم چیه؟ علم عرفانه. این از کجا؟ از کدوم پیغمبر؟ این از خضر باقی مانده. از کجا در آوردید؟ هیچ منبعی نشان ندادن
یهودی ها مسیحی آمدن در درون دین اسلام گفتن ما تابع یک پیغمبر دیگر هستیم. اون پیغمبر کیه؟ حضرت خضره. دینش چیه؟ عرفانه. عرفان چیه؟ نوعی خودسازیه. آیا در سلسله آل ابراهیم هست؟ نه. آیا تابع شریعت هست؟ عارف تابع شریعته؟ در بعضی ها بله، در بعضی ها نه، خودش طریقت داره. این توطئه بوده آقایان مدافع تورات، یهودیان آمدن از تورات خودشون ساختن. یعنی چه؟ در تورات اصلا آیه به نام آیه معاد نیست. کل تورات هرچه آیه معاد بوده آقایان دزدیدن. بگردید در تورات بهشت نیست، آقایان یهودی ها از تورات دزدیدن، برداشتن. در قرآن نه بهشت هست، نه جهنم هست، نه معاد هست، نه حساب هست، نه کتاب هست، نه سؤال هست، هیچی نیست. در عرفانی که به نام دین ساخته شد بهشت را توجیه کردن، جهنم را توجیه کردن، معاد را توجیه کردن. چون در تورات معاد نبود، معادی ساختن که در حقیقت مطابق تورات عذاب در بیاد. تا قرآن، قرآن فرموده جهنمی وجود داره، چهل و چند آیه کفار و فاسقین اونجا ابدن خالدینن. آمدن گفتن نه، اصلا جهنم یه بازداشتگاه موقتیه. علمی ساختن به نام عرفان، به جای دعوت مردم به شریعت دعوت کردن به طریقت. صوفیگری ساختن در مقابل مسجد، خانقاه ساختن در مقابل فقیه، قطب ساختن در مقابل فقه، عرفان ساختن. نتیجهش چه شد؟ نتیجهش به جای اینکه مؤمن بسازن خادم بشریت، درویش ساختن بیابانگرد. یعنی به جای اینکه جامعه است بسازن، انسانها را به هم وصل کنن، نماز جماعت درست کنن، جامعه منسجم بسازن، درویش ساختن فرستادن به بیابانها. این یکی از خطرناکترین توطئه یهودیان بوده. به جای اینکه ملت را، ملت ها را تشویق کنند به اطاعت از شریعت موسی و عیسی و رسول خدا، از ملت ها دعوت کردند تابع حضرت خضر باشید. خب خضر با اینا چه فرقی داره؟ من درز میکنم کسی که میخواد تابع خضر بشه ضد خضره، چون خود خضر در سوره مبارکه کهف قرآن نقل کرده، به موسی گفت دنبال من نیا. آقایی که میگه من صوفی هستم ضد خضر، ادعا میکنه که من طرفدار خضرم. قرآن گفته لن تستطیع معی صبرا. موسی با وجود اینکه پیغمبر عظیم هستی، دنبال من نیا. یکی دو روز رفتن با هم دعوا کردن، مرافع کردن، جدا شدن. خب وقتی که در تعقیب حضرت موسی رفتن، حضرت خضر رفتن، یعنی پیرو شدن برای موسی سنگین بود، درویش ها از موسی قوی ترن. وقتی که حضرت موسی، قرآن میگه موظف شد برگرده تبعیت از خضر نکنه، چگونه آقای صوفی میگه من تابع خضرم؟ اولا و ثانیا خضر منفرد زندگی کرد، تنها بود، بیابانگرد بود و هست. چگونه اینها خانگاه ساختن، اجتماع درست کردن؟ خضر دعوت به انفراد داره، ایشون شریعت نیاورده، اینها دعوت به اجتماع کردن، بیایید خانگاه پر کنیم. حضرت خضر تک بود، شما ده ها هزار نفر جمع میکنید. این چه نسبتی است بین حضرت خضر و رفتار آقایان نمیدونم صوفیان؟ نتیجه این که ملت ها را دعوت کردن به طرف حضرت خضر که از انبیای آل ابراهیم دارای شریعت نیست.
ساختن جامعه با عرفان خضری دقیقاً مقابله با قرآن بوده، چون اساساً اون تعبیری که از بهش دارن صوفی ها، ابن عربی ها، تعریفی که از جهنم دارن، معاد دارن، هیچ ربطی به قرآن نداره. اینها همه خونساسازی معادی است که در قرآن هست، در تورات نیست. لذا دومین خیانت آقایان یهودی ها این بود که آمدن به خاطر نداشتن معاد بهشت و جهنم در تورات، کاری کردن بهشت و جهنم قرآن رو هم زیر سوال ببرن. این هم یکی از خیانت هایی بود که آقایان اهل کتاب بنا بود خدمت کنن، خیانت کردن. اسلام دین مهر و محبت است. این مشاجرات، این اختلافات ناشی از عمل کرده بد اهل کتاب بوده، مانند یهود و نصارا. ولا حول ولا قوة الا بالله.